وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. اعتراض بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف و فرهنگیان مقابل سازمان برنامه و بودجه. معترضان حکومت را بی توجه به خواسته ها و وضعیت بد معیشتی می دانند. همزمان با تأکید نتانیاهو بر هماهنگی سیاست‌های اسرائیل و آمریکا در دوره ترامپ مقابل جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل طرح گسترش عملیات زمینی در جنوب لبنان را تصویب کرد. جمهوری اسلامی داره انتقام می‌گیره، لوازم برقی ما رو می‌سوزونه، داره انتقام می‌گیره. نگاه کنید، برق شهر قطع شد دیروز، یعنی این هر روز ادامه داره. همزمان با اعتراض گسترده به خاموشی‌های سراسری و مختل شدن فعالیت‌های روزانه مردم، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد دلیل قطعی برق کمبود گازوئیل و مازوت در نیروگاه است. ابقای شیگیرو ایشیبا در سمت نخست وزیری ژاپن، رهبر حزب لیبرال دموکرات، با پیروزی در انتخابات پارلمانی رئیس دولت باقی ماند. همینطور در ادامه این بخش خبری. غیبت پزشکیان و هیئت ایرانی در افتتاحیه کنفرانس کاپ 29 در پی درخواست کیهان برای تحریم نشست. نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل به میزبانی جمهوری آذربایجان آغاز شد. خوش آمدید. جمعی از بازنشستگان و فرهنگیان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و معوقاتشان مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. بازنشستگان که خواستار پرداخت معوقات خود بعد از 14 ماه هستند، روز گذشته هم مقابل آموزش و پرورش تجمع کرده بودند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از بازنشستگان مخابرات هم در شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج و رشت تجمع کرده و علیه وزیر ارتباطات و مسئولان ستاد اجرایی و بنیاد تعاون شعار دادند. معترضان همچنین خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی
تحقق وعده ها و اجرایی شدن آیین نامه ها شدند. همکارم محمد رهبر اینجا در استودیو به ما پیوسته. محمد، تو ماه‌های اخیر به ویژه شاهد هستیم که بازنشسته‌ها تو سراسر ایران در حال تجمع هستن، از شهرداری ارتش گرفته مخابرات، فرهنگی‌ها، تصاویر خودش گویا بود. چرا اینقدر گسترش پیدا کرده؟ در تمام مشاغل ما داریم می‌بینیم این قضیه رو، و چرا واقعا اینا جوابی نمی‌گیرن از طرف دولت؟ بله، بازنشسته‌ها خیلی اتفاق جالبی داره می‌افته که در همه شهرها دارن به میدان میان و شعار میدن. یک جورهای نتیجه گیری هستن از تمام این 45 سال گذشته. توی شعاراشون هم معلومه، خیلی شعارهای جالبیه. اینکه ابتدای کارشون رو با یه صداقت و شعوری شروع کردن، یه اهداف و آمالی داشتن، در انتهای کار هیچ قدری ندیدن که هیچ، همان چیزی که داشتن هم از دست دادن. یعنی واقعا یک خسارت عظیم عمری رو دیدن و این رو دارن بهش اعتراض میکنن. شاهد هم هستن که دیگرانی می آیند و حق اونها رو در واقع ضایع می کنند. همین مخابراتی ها شعاری که می دادن این بودش که سهامدارهایی که از بیرون اومدن و مثلا بنیادهایی که مال سپاه، مال وضعیت خود حکومت هستن در واقع بیشتر، اینها داخل شدن و حق اینها رو خوردند. خیلی صریح دارن شعار می دن، داره سیاسی میشه شعاراشون و چیزی فراتر از خواسته های سنفی و معیشتیشون رو پیش میکشن و نوعی نگاه به گذشته و آینده دارن توی شعارهایی که ما میبینیم. اشاره کردی که
در خیلی از این تجمع داره از حد خواستای صنفی هم فراتر میره. ما اسم مثلا آهو دریایی رو تو بعضی از این تجمع شنیدیم، راجع به آزادی زندانیان سیاسی میشنویم، راجع به اعتراض به حجاب اجباری میشنویم. این جریان به کجا داره ختم میشه؟ فکر میکنی که واقعا چرا حالا خواستای سیاسی هم به نوعی قاطی این خواستای صنفی شده؟ اتفاقا اصلا جدا نیست تو این شرایط الان. ببینید، دولت اگر بخواهد که خواسته های بازنشسته ها رو واقعا بررسی بکنه و به اونها بده، باید خیلی تغییرات ایجاد بده، تغییراتی تا اینکه بره مذاکره با کشورهای خارجی بکنه، تورم بیاد پایین، خیلی کارها باید انجام بدن که ندادن و حاصلش این شده. بازنشسته هم میفهمه که مسئله صنفی او ربط داره به آزادی‌های اجتماعی، ربط داره به اینکه دیپلماتیک کشور و وضعیت روابط بین الملل ایران درست باشه. همه اینها به هم دیگه معطوفه و اینطور نیستش که من بیام یه شعاری بدم که فقط حقوق من رو بدن. نمیشه، همچین اتفاقی نمیتونه بیفته، چون یه پکیج هست و همه به هم دیگه مرتبط هست. و به نظر میرسه که اتفاقا این ارتباط رو بیشتر دارن برجسته میکنن که اینکه یک ظلمی داره میشه، بیدادی داره میشه و خودشون رو به عنوان ملت مطرح میکنن که نمایندگی میکنن از مردمان دیگری که اونها هم همین مشکلات رو دارن، حالا فعلا در خیابان نیستن. من فکر میکنم که این بیشتر بیشتر و بیشتر سیاسی خواهد شد از این وضعیت صنفی که قدر بیرون میاد با این وضعیت. ممنون از توضیحات تو همکارم محمد رهبر اینجا در استودیو همراه ما. تصاویری که شاهد هستین تصاویر زنده‌ای هست، مربوط به مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس. نخست وزیر بریتانیا در کاخ الیزه قراره با امانوئل مکرون هم در این مراسم دیدار بکنه. درباره امنیت اروپا و تاثیر احتمالی ریاست جمهوری ترامپ و جنگ در خاورمیانه. خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گفته در روزهای گذشته سه بار با دونالد ترامپ صحبت کرده. نتانیاهو این گفتگوها رو خوب و مهم ارزیابی و تاکید کرده، درباره همه اجزای تهدیدهای ایران با ترامپ هم فکر و هم نظر هستند. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به انفجار پیجرهای حزب الله گفته زمانی که عملیات اجرایی شد میدانسته که دولت بایدن مخالفت میکند، اما او اعتنایی به آنها نکرده. جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به شبکه CBS گفته اسرائیل مانع آتش بس و توافق بر سر گروگان‌ها نیست و این حماس است که مخالفت می‌کند. او اضافه کرده اسرائیل آماده آتش بس موقت در قبال آزادی تعداد معینی از گروگان‌ها است و سپس سعی می‌کند بر این مبنا همه گروگان‌ها را بازگرداند. سولیوان تاکید کرده برخلاف ادعاهای رسانه‌ای حماس، این گروه در حال حاضر به آتش بس و توافق بر سر آزادی گروگان‌ها تمایل ندارد. در خبر دیگر، رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که فرماندهی ارشد این کشور برنامه گسترش عملیات نظامی در جنوب لبنان را تصویب کرده. بر اساس گزارش‌ها، در صورتی که مذاکرات جاری برای توافق میان اسرائیل و لبنان به نتیجه نرسد، این برنامه در هفته‌های آینده اجرایی خواهد شد. پیشتر گفته شده بود که ارتش اسرائیل مرحله کنونی عملیات زمینی در جنوب لبنان را به پایان رسانده و به اهدافی که برای این مرحله در نظر گرفته شده بود دست یافته است. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ما شده. اشکان، اول بریم سراغ صحبت‌های وزیر خارجه جدید اسرائیل که دقایق پیش صحبت‌های مهمی داشت در رابطه با جنگ غزه، جنگ لبنان، در رابطه با نفوذ جمهوری اسلامی. چه نکات مهمی راجع به آینده خاورمیانه گفت؟ درسته، وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سار کمی پیش یک کنفرانس مطبوعاتی داشت، اولین کنفرانس خبری او بود، با شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی بعد از اینکه به پست وزارت خارجه رسید. او به لبنان اشاره کرد، گفت که پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات آتش بس با لبنان در واقع ایجاد شده و اسرائیل در حال کار کردن با ایالات متحده هست در این زمینه. به گفته او اصلی ترین
موضوعی که درباره آتش بس با لبنان یا توافق با لبنان وجود داره این هست که چطور هر توافقی که به دست بیاد رو بشه اطمینان حاصل کرد که اجرایی میشه. او به نقش روسیه هم اشاره کرد. اولین مقام رسمی اسرائیل هست که رسما در این مورد صحبت کنه. تا الان ما در طول 24 ساعت گذشته فقط از رسانه‌ها شنیدیم. او گفت روسیه و همچنین سوریه در واقع میتونن نقش مهمی داشته باشند در این زمینه که جلوی در واقع تجدید قدرت حزب الله لبنان رو بگیرن، اینکه دوباره جمهوری اسلامی برای حزب الله لبنان سلاح ارسال نکنه. و البته گفت جامعه جهانی هم میتونه این نقش مهم رو داشته باشه که لبنان یک کشور پیشرفته باشه و نه یک در واقع تحت کنترل یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامی نباشه. نهایتاً هم او گفت که مهمترین نکته برای آینده منطقه این هست که جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی گرفته بشه. اصلا یه موضوعی که الان جامعه جهانی خیلی بهش توجه میکنه این که گسترش جنگ ادامه پیدا بکنه در لبنان. امروز خب شاهد بودیم که تصویب شد گسترش عملیات زمینی در کابینه جنگ در اسرائیل. چه اتفاقی داره میفته؟ چه چیزهایی میشنوی اونجا در اسرائیل راجع به این قضیه؟ فرماندهی ارتش اسرائیل برنامه گسترش عملیات زمینی در جنوب لبنان رو تصویب کرده، اما باید گفت که این برنامه فعلا اجرایی نخواهد شد. این برنامه خواهد ماند یکی دو هفته ای اگر که اسرائیل و لبنان نتونن در این مدت به یک آتش بس برسند، آن وقت هست که این برنامه اجرایی خواهد شد. در کنار اون باید گفت که از اون طرف هم حملات حزب الله لبنان به اسرائیل ادامه داره. از صبح امروز تا الان فقط در طول یک ساعت و نیم هول و هوش ساعت 12 بعد از ظهر وقت محلی چیزی نزدیک به 50 راکت از سوی حزب الله لبنان به سمت اسرائیل شلیک شد. دو موج، یک موج 10 راکت، موج بعدی 40 راکت، که در این موج دوم 40 راکتی ما میدونیم چند راکت یا ترکش‌های راهگیری اونها به مناطقی هم برخورد کرده و چند زخمی هم در اسرائیل به جا گذاشته. ممنونم اشکان صفایی همکارم از اورشلیم. مجدد سری بزنیم به پاریس، جایی که مراسم پایان سالگرد جنگ جهانی اول در حال برگزاری. دیروز یک همچین مراسم مشابهی در لندن برگزار شد، امروز هم همین مراسم در پاریس در حال برگزاری. سران بسیار از کشورها حضور پیدا کردند. پیر استارمر اولین رهبر بریتانیایی که بعد از وینستون چرچیل که سال 1944 به همچین مراسمی شرکت کرده بود، برای نخستین بار در شانزلیزه حاضر شده و در کنار دیگر رهبران فرانسه در حال بازدید از این مراسم هست. این مراسم مهم هست برای اتحادیه اروپا، برای جامعه جهانی. روزی هست که سالگرد سربازان کشته شده در جنگ جهانی اول رو گرامی می‌دارم. بیننده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اعتراض بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف و فرهنگیان مقابل سازمان برنامه و بودجه، معترضان حکومت را بی توجه به خواسته ها و وضعیت بد معیشتی میدانند. همزمان با تاکید نتانیاهو بر هماهنگی سیاست‌های اسرائیل و آمریکا در دوره ترامپ مقابل جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل طرح گسترش عملیات زمینی در جنوب لبنان را تصویب کرد. در ایران از صبح یکشنبه قطعی گسترده برق و خاموشی‌ها در سراسر این کشور آغاز شده و بنابر گزارش رسانه‌ها قطعی برق تا اطلاع ثانوی در نقاط مختلف ادامه خواهد داشت. پس از تصمیم دولت برای ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در تعدادی از نیروگاه‌های ایران، شرکت توزیع برق تهران بزرگ از آغاز اعمال محدودیت‌ها در پایتخت از روز دوشنبه خبر داده. در خراسان رضوی هم برق مصرف کنندگان خانگی و صنعتی از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر امروز قطع شده. همزمان با اجرای طرح نوبت بندی قطع برق در تهران، در برخی از مناطق تهران پارس مردم شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادن. با هم بخشی از این واکنش ها رو ببینیم. سلام به شبکه اینترنشنال. میدونید که ما منتظریم
برق بیاد تو در پارکینگ باز بشه. متاسفانه گندگوی منطقه نه تابستون برق داره نه زمستون. امروز 20 محله تهران پارس برقا قطع شد، ساعتم 8:36 است، تاریکی. یعنی الان که شما به برق احتیاج داری باید استفاده بکنی بیایی تو خونه استراحت بکنی، برقی برای استراحت وجود نداره. اینجا تهرانه، تهران پارسه. احساس های خونه سید علی سرنگونه. برقامونو بردن مردم شعار از مخاطبان ایران اینترنشنال با اشاره به قطعی‌های اخیر برق با انتقاد از سیاست‌های خامنه‌ای او را مسئول وضعیت فعلی کشور دانست. درود به بچه‌های اینترنشنال، بخسته نباشید. من یه صحبتی داشتم، می‌خواستم یه درد دلی بکنم با خامنه‌ای. میگم بابا بعد از این همه سال که هم رئیس جمهور بودی، هم رهبر بودی، 40 سال 45 سال این حکومت اومده، ولی تو از که 40 سالش رهبر بودی چی کردی با این مردم؟ اگه جلوی یکی از این اختلاس را گرفته بودی و خرج این مردم میکردی، یعنی یه نیروگاه اینا را خرج اونا میکردی، الان مردم هم آب داشتن هم برق داشتن. ما صبح تو خونه نه آب داریم نه برق، میریم سر کار برق نداریم. این چه کردی با این مملکت؟ حداقل یه کمی بشین به خودت فکر کن که آیا این مردم بعد این همه سال راضی هستن؟ چرا به جای اینکه این پولا رو بدی به 8 تا شعبی و حماس و بقیه این آشغالا، یه مقدارش حالا میگم یه ذره‌شو خرج خود مملکت بکن. تو رو خدا خجالت بکش، بذار برو تو دوچاره همون مشبس قذافی نشدی. نزدیکه، تو مطمئن باش که مردم همه این کارا رو جلوش خواهند گرفت. خسته نباشید، درود بر شما. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده دلیل قطعی برق کمبود گازوئیل و مازوت در نیروگاه است. در گزارش این نهاد حکومتی آمده ذخایر گازوئیل و نفت کوره در نیروگاه‌ها در کمترین حد خود قرار دارد و در ماه‌های گذشته ناترازی گاز شدت گرفته و سوخت مایه تحویلی به نیروگاه‌ها نیز کاهش یافته. دولت پیشتر دلیل استفاده نکردن از مازوت در نیروگاه‌ها را سلامت شهروندان اعلام کرده بود. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به اصرار جمهوری اسلامی بر سیاست نادرست هسته‌ای گذشته و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن برای مردم می‌گوید واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس ادعاهای پیشین مقام‌های دولتی را نقض می‌کند. جمهوری اسلامی داره اصرار بر سیاست غلط گذشته خودش می‌کنه، سیاستی که هزینه و پایدهش رو کنار هم بگذاریم می‌بینیم که بخش عمده‌ای از مشکلات کشور و مردم برمیگرده به همون توسعه برنامه هسته‌ای که برق اتمی هم بخشیش بوده. اما در مورد مشکلی که امروز باهاش دست به گریبان هست کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس مشخصا ادعای دولت رو و اون منتی که بر سر مردم میذاش و اعلام میکرد به خاطر کاهش آلودگی هوا داریم مازوت سوزی رو متوقف میکنیم، مشخصا اعلام کرده که این فرضیه رد شده است و این بهانه دولت در عمل به خاطر ناترازی که در حوزه گازوئیل وجود داشته و اینکه دولت در ماه‌های گذشته نتوانسته به میزان مورد نیاز سوخت مایع رو به نیروگاه‌ها تحویل بده، 60%
مخازن نیروگاه ها امروز خالی هست، مجبور شده که قطعی برق رو و عملا جیره بندی برق رو برای مردم ایران رقم بزنه. این هم برمیگرده به ناترازی کلی که در حوزه انرژی داریم و مخصوصا گازوئیل که امسال بودجه ای هم برای وارداتش نبود و دولت به خاطر اینکه کنترل کنه اون بخش رو، گازوئیل تحویلی به نیروگاه ها رو کم کرد تا بتونه حمل و نقل جاده ای رو پوشش بده. با رأی پارلمان ژاپن، شیگرو ایشیبا نخست وزیر و رهبر حزب لیبرال دموکرات این کشور در سمت خود ابقا شد. این دومین انتخاباتی است که در 1.5 ماه اخیر در ژاپن برگزار شده. این انتخابات به دنبال استعفای امروز ایشیبا و کابینه‌اش انجام شد. نخست وزیر ژاپن 221 رأی پارلمانی از 564 رأی را به دست آورد و با وجود پیشی گرفتن از مهمترین رقیب سیاسی خود، اکثریت مجلس را به دست نیاورد. ایشیبا وعده داده با فساد مالی مقابله کند. ناهید نیکزاد گوینده بخش فارسی رادیو ژاپن از توکیو همراه ما شدند. خانم نیکزاد خوش اومدید به این گفتگو. توضیح بدین اول برای مخاطبان ما که چه اتفاقایی افتاد و چه چالش‌هایی باعث شد که اصلا نخست وزیر ژاپن و کابینش یهو مجبور شدن که استعفا بدن و کنار بکشن. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان. ایشیبا شیگرو ایشون در روز اول اکتبر در انتخاباتی که توی مجلس نمایندگان و پارلمان ژاپن صورت گرفت به عنوان نخست وزیر انتخاب شدن. معمولا عرف این هستش در ژاپن وقتی نخست وزیر انتخاب میشه، چون این انتخابات در داخل مجلس هستش و مردم نقشی در اون ندارن، اون نخست وزیر بعد از مدتی، بعد از تقریبا یکی دو هفته، اون مجلسی کابینه خودش رو منحل میکنه و دوباره یه رأی گیری سراسری تو کل کشور برگزار میشه که در واقع رأی و اعتماد مردم رو هم به دست بیارن و بگن که این نخست وزیری که انتخاب شده از طرف مردم هم مورد حمایت قرار گرفته. آقای ایشیبا وقتی که انتخاب شد، قبل از انتخاباتش تو شعار مبارزات تبلیغاتیش گفته بود که با مسئله رسوایی وجوه مالی که چندین نفر از نمایندگان مجلس در اون درگیر بودن و وجوهی رو به طور غیرقانونی دریافت کرده بودن، به شدت برخورد خواهد کرد و این مسئله رو حل میکنه. اما وقتی که به سمت نخست وزیری رسیدن در روز اول اکتبر، از اون لحن نوع برخوردشون با این مسئله رسوایی خیلی کاسته شد. به نظر میرسه که تحت فشارهایی که قرار گرفتن، ایشون یه مقدار ملایم شدن نسبت به این مسئله و این باعث شد که مردم در واقع اعتماد خودشون رو از دست بدن و در انتخاباتی که روز 27 اکتبر برگزار شد، متاسفانه حزب لیبرال دموکرات، حزب اصلی حاکم در ژاپن، بیش از 50 کرسی رو از دست داد و یک شکست بود در واقع برای این حزب. واسه همین از 200 خوردی کرسی که داشتش 50 تا رو از دست داد، حدود 190 تا رسید کرسی هاش و برای همین مجبور شدن که یک بار دیگه رأی‌گیری انجام بدن که بین ایشون و رئیس حزب اصلی حزب مخالف در ژاپن آقای نودا که ببینن به کدومشون رأی داده میشه، که امروز باز ایشون تونست رأی بیشتری رو به دست بیاره، گرچه اکثریت قاطع نبود ولی رأیشون از آقای نودا بیشتر بود و برای بار دوم به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند. خانم نیکزاد، ایشیبا توی مقام نخست وزیری مهمترین مشکلاتی که خواهد داشت در اداره دولت ژاپن چه خواهد بود فکر میکنیم؟ مهمترین چالش هایی که پیش روشه، الان گفته که مقابله میخوام بکنم با فساد مالی، اما چه مسائل دیگه ای هست که ممکنه کار رو براش سخت بکنه؟ ببینید، خب مسائلی خیلی زیادی هستش. بعد از ترور شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، آقای کیشیدا سمت ایشون رو گرفت و نخست وزیر ژاپن بود. اما یک شوکی که به حزب لیبرال دموکرات وارد شد بعد از ترور نخست وزیر آبه، اون شوک همچنان باقی است و هنوز حزب لیبرال دموکرات نتونسته برای خودش بعد از نخست وزیر آبه بتونه خط مشی خیلی مشخص و واضحی رو برای خودش مشخص کنه و در بین خودشون یه سری اختلافاتی وجود داره که آقای ایشیبا هم باید این اختلافات رو برطرف کنه. همین که الان ین ژاپن به شدت ضعیف شده تو این دو سه سال اخیر، ین ژاپن خیلی ارزشش کم شده و این باعث شده که تورم در داخل کشورم خیلی زیاد بشه، قیمت‌ها خیلی زیاد بشه. ژاپن کشوریه که من واقعا اومدم فکر کنم برای 20 سال قیمت‌ها اصلاً تغییری نکرده بود و اگه هم تغییر می‌کرد ارزان‌تر می‌شد ولی گران‌تر نمی‌شد، ولی تو این دو سه سال اخیر
قیمت‌ها بالای 50%، 100% قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و این مشکل تورم رو هم داره. و خب اون تهدیدهای کره شمالی مسائل دیگه هستش. آقای ایشیبا گفته که میخواد ناتو رو در آسیا درست کنه و این مسائل امنیتی هم هستش که ایشون باید با اونها هم برخورد کنه. ناهیده نیکزاد، ممنون از حضورتون در این گفتگو. متشکرم. در مراسم افتتاحیه نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل COP29 در باکو، سایمون استیل بلندپایه‌ترین مقام اقلیمی سازمان گفت هدف این همایش رسیدن به یک توافق مالی برای مهار بحران تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن است. مختار بابایوف وزیر محیط زیست آذربایجان و میزبان نشست هم گفته COP29 رویدادی است که در آن روشن می‌شود جامعه بشری به اهداف نشست اقلیمی پاریس و حفظ میانگین افزایش دما در حد 1.5 درجه سانتیگراد خواهد رسید یا خیر. رهبران و مقام‌های بلندپایه نزدیک به 200 کشور جهان در این نشست حضور خواهند داشت. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، قرار بود در این نشست شرکت کند، اما پزشکیان و هیئت ایرانی به دنبال درخواست روزنامه کیهان برای تحریم آن در این همایش شرکت نکردند. روزنامه فرهیختگان خبر داده مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل COP29 به میزبانی جمهوری آذربایجان شرکت نمی کند. این تصمیم پس از هشدار روزنامه کیهان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به پزشکیان برای تحریم COP29 گرفته شده. کیهان حضور هیئت اسرائیلی و همراهی باکو با سیاست‌های اسرائیل را از اصلی ترین دلایل این تحریم اعلام کرده بود. همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو همراه ما شده. بردیا، نشست مهمی هست برگزار شده برای اینکه بالاخره برسن به یک نتیجه گیری مهم جهانی. جمهوری اسلامی کنار کشیده، اون هم با ابهام، با حرف و حدیث هایی که مرتب داریم میشنویم از تهران. انتظار داریم که فردا و پس فردا رهبران و مقامات بلندپایه نزدیک به 200 کشور جهان اونجا در باکو سخنرانی کنن. بسیار همونجوری که میگی چشمگیر خواهد بود، غایبانی خواهد داشت، ولی نبود رئیس جمهوری اسلامی ایران خیلی غیر منتظره نیست. بارها همواره ذکر شده بود که رئیس جمهوری ایران اونجا حضور خواهد داشت طی دوران پیشین، و مثلا ما شاهد این بودیم که ده هفته ها راجبش حرف زده میشد اما به موقعش حضور پیدا نمی کردن. مثلا برگردیم به COP28 در امارات متحده عربی در دبی، خیلی تصور می کردن حتی تا روز آخر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری پیشین ایران اونجا حضور پیدا کنه. نهایتا گفته شد که حضور پیدا نمی کنه. بعدا گفته شد علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی وقت حضور پیدا خواهد کرد، او هم حضور پیدا نکرد. دو هفته در غرفه که به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده بود کسی حضور نداشت و اون غرفه خالی باقی مونده بود. اون زمان همونجوری که روزنامه کیهان به قلم حسین شریعت مداری ذکر کرده، به دلیل اینکه هیئت اسرائیلی اومده بود در امارات متحده عربی، یک کشور مسلمان، به نظر میرسه که ابراهیم رئیسی و یا تیمی از ایران حضور پیدا نکردند. ولی این بار هم در اون مقاله‌ای که در واقع نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان اشاره کرده، گفته به همون دلیل و میزبانی یک کشور مسلمان دیگه، جمهوری آذربایجان، هیئتی از جمهوری اسلامی ایران نباید در نشست اقلیمی حضور داشته باشه. اما یادمون نره که مثلا ابراهیم رئیسی در نشست اقلیمی COP26 سه دوره قبل در گلاسکو قرار بود حاضر بشه، حضور پیدا نکرد. آیا دلیلش حضور هیئت اسرائیلی و یا مثلا سخنرانی رئیس جمهور مثل اسحاق هرتزوگ بود؟ به نظر میسه نه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی ایران به خصوص اون طیف محافظه‌کار تندرو یا به عبارتی مرتجعین بسیار شکاکیت دارن، بدبینن نسبت به معاهدات بین المللی، اقدامات چند جانبه یا همه جانبه بین المللی، و این رو نشون دادن و در مقاله حسین شریعت مداری بارها و بارها بهش اشاره شده. نیمیش به اسرائیل اختصاص داره، نیمیش به اون شکاکیت به مثلا معاهده اقلیمی پاریس اختصاص داده شده که اونجا میگه که این معاهده زیانباره. به هر حال جمهوری اسلامی ایران جز معدود حاکمیت‌های است، معدود کشوریه که در بین نزدیک به 200 کشور جهان که اون رو امضا نکرده و اینا تعدادشون کمتر از انگشتان دست جمهوری اسلامی ایران، اگر نماینده‌ای فرستاده در نشست اقلیمی همواره خودش رو قربانی
مثلا تحریم ها دونسته، اگر خودش رو قربانی تغییرات اقلیمی دونسته ولی به معاهده پایبند نبوده. و خب حسین شریعت مداری اونجا در مقالش ذکر کرده که نگاهش چیه، نگاهش یادآور همون نگاهیه که عباس عباسی مثلا امام جمعه سابق بندر عباس داشت. اون میگه میگفتش که اگر لایه اوزان سوراخ شده خب اون غربیان که برن بدوزنش، و اون در مقالش این رو آورده. ممنون از تو همکارم بردی افشین اینجا در استودیو با ما. سخنگوی دولت آلمان هم اعلام کرده اولاف شولتز صدر اعظم این کشور در تماس تلفنی با دونالد ترامپ بر تمایل برلین برای ادامه همکاری ها با آمریکا تاکید داره. همچنین این دو رهبر توافق کردند برای برقراری صلح در اروپا همکاری کنند. رسانه های آلمانی گمان زنی کردند که هدف اصلی از این اظهارات پایان دادن به جنگ در اوکراین بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در تماسی تلفنی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته تنش ها رو افزایش ندهد. ترامپ در زمان کارزار انتخاباتیش گفته بود در یک روز راه حلی برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیدا خواهد کرد. در خبری فوری، وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با اسکای نیوز اعلام کرده این کشور انتظار دارد ایالات متحده در کنار متحدان غربی در حمایت از اوکراین در درگیری با روسیه باقی بماند. جان هیلی ابراز امیدواری کرده تعهد ایالات متحده به سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو پا بر جا بماند. همراه هستیم با همکارانم علی حسن‌پور از برلین و همینطور نیروفر پور ابراهیم از پاریس. هر دو خوش اومدیم به این گفتگو. علی، اول با تو شروع بکنیم راجع به این جزئیاتی که میدونیم راجع به گفتگوی اولاف شولتز و ترامپ و این برنامه هاشون برای اینکه بالاخره به این جنگ اوکراین پایان بدن. چه چیزهایی منتشر شده؟ چه موارد مهمی برجسته شده؟ خب در ابتدا باید گفتش که مشخص هستش که یکی از مهمترین دغدغه‌های اولاف شولتز و همچنین ترامپ وضعیت فعلی در خاورمیانه هست، به ویژه جنگ حماس و اسرائیل، و از سوی دیگه پایان دادن به جنگ روسیه با اوکراین هست. هرچند که یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ هم همین بود، اینکه به جنگ روسیه با اوکراین یک روزه پایان خواهد داد. همین موضوع هم باعث شد که یک موجی از نگرانی‌ها ایجاد بشه مبنی بر اینکه ممکنه ترامپ بخواد فشارها رو بر اوکراین افزایش بده تا از این طریق بتونه به جنگ پایان بده. میدونیم کمک‌های آمریکا به اوکراین تحت دولت بایدن بیش از 174 میلیارد دلار بوده، اما خب با روی کار آمدن ترامپ احتمالاً این کمک‌ها کاهش پیدا می‌کنه. ترامپ همچنین در یک گفتگوی تلفنی با پوتین رئیس جمهور روسیه هم به او توصیه کرده که جنگ در اوکراین رو تشدید نکنه. گفته شده این گفتگوی تلفنی شامگاه یک شنبه صورت گرفته، تقریبا همون زمانی که ترامپ با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفتگو داشته. برگردیم به همین تلفن، این نخستین تماس تلفنی آلمان پس از برگزاری انتخابات در آمریکا بوده. گفته شده شولتز بار دیگه شخصا پیروزی ترامپ رو به او تبریک گفته، با اینکه پیشتر او در پیامی کتبی این پیروزی رو به او تبریک گفته بود و بر اهمیت روابط نزدیک بین دو کشور هم تاکید کرده بود. پیامی که صدر اعظم آلمان در اون نوشته بود که آلمان و آمریکا مدت هاست برای ترویج رفاه و آزادی در دو سوی اقیانوس اطلس با موفقیت با هم همکاری میکنن. با این حال در این تماس تلفنی شولتز و ترامپ بار دیگه درباره روابط آلمان و آمریکا و چالش های کنونی هر دو کشور تبادل نظر کردن. گفته شده که این دو رهبر توافق کردند برای بازگشت صلح به اروپا بار دیگه با یکدیگر همکاری کنند. با این حال سخنگوی دولت آلمان در این باره به جزئیات بیشتری اشاره نکرده، اما رسانه‌های آلمان این گونه برداشت می‌کنند که این در واقع سخنان منظورشون همین هستش که به جنگ اوکراین در واقع پایان بدن. شولتز اخیراً هم در یک برنامه تلویزیونی هم درباره همکاری‌های آلمان با ترامپ گفته بود که قصد داره به زودی گفتگوها رو بیشتر بکنه، قصد داره حتی با پوتین هم صحبت بکنه در خصوص جنگ روسیه، اما گفته بود که به تنهایی این کار رو نمی‌کنه، قبلش با در واقع متحدانش صحبت خواهد کرد. نیلوفر، ترامپ هنوز پاش به کاخ سفید نرسیده، گفتگوهاش رو آغاز کرده راجع به جنگ اوکراین، راجع به بسیاری از مسائل. الان هم تو خبر فوری که شنیدی به نوعی نخست وزیر دفاع بریتانیا هم نگرانی خودش رو ابراز داره میکنه از اینکه ایالات متحده یا پایبند میمونه به ناتو و تعهدات خودش رو اجرایی میکنه به ویژه درباره جنگ اوکراین. چه واکنش هایی در فرانسه داریم راجع به این موضوع؟
بله، این موضوع نگرانیه که ادامه داره و تا زمانی که آقای ترامپ استراتژی خودش رو در مورد اوکراین و پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین اگر اعلام نکنه، به نظر میرسه همچنان ادامه خواهد داشت. وزیر خارجه فرانسه امروز صحبت کرده در این زمینه و اشاره به این کرده که بهتره که در مورد سیاستی که دولت آینده ایالات متحده در پیش میگیره در مورد اوکراین پیش داوری نکنیم و گفته مطمئن از این که در واقع متحدانش رو ایالات متحده در نظر میگیره و گفته چیزی که میدونیم اینه که هیچ گونه صلحی بدون در نظر گرفتن مردم اوکراین و دولت اوکراین فایده ای نخواهد داشت. صحبت های مشابه دیگه ای رو هم شنیده بودیم. مثلا وزیر دفاع بریتانیا به این موضوع اشاره کرده که بریتانیا و متحدانش در ناتو در کنار اوکراین میمونن، همونطور که تا حالا بودند، زمانی که بخواد مذاکرات رو اوکراین طبق شرایطی که میخواد آغاز بکنه، در اون صورت در کنار اوکراین باز هم خواهند بود با توجه به شرایطی که اونها انتخاب میکنن. در واقع کشورهای اروپایی معتقدند که این اوکراینه که باید شرایط رو برای گفتگوهای صلح مشخص بکنه، نه اینکه روسیه یا ایالات متحده بخوان دیکته بکنن به اوکراین که بیاد سر میز مذاکره در شرایطی که بخشی از خاک این کشور هنوز تحت اشغال روسیه است، چیزی که باعث نگرانی کشورهای اروپایی. از طرف دیگه میبینیم این نگرانی فقط در خود در کشورهای اروپایی یا اوکراین یا ناتو نیست، در خود ایالات متحده هم با توجه به اینکه نگرانی ها از اینکه این کمک ها کاهش پیدا بکنه وجود داره و به همین دلیله که دولت فعلی ایالات متحده گفته کمک های باقی مونده رو تا قبل از سرکار آمدن آقای ترامپ به اوکراین خواهند داد، یعنی 6 میلیارد یورو، 6 میلیارد دلاری که باقی مونده رو گفته شده تا قبل از ژانویه اونطور که آقای جیک سولیوان اعلام کرده به اوکراین میدن. در چنین شرایطی که گفتگوها برای صلح اهمیت پیدا میکنه، باید ببینیم تحت چه شرایطی میخوان این گفتگوها رو انجام بدن. ولی بحث سر اینه که کشورهای اروپایی مثل بریتانیا یا فرانسه و آلمان میگن در کنار اوکراین خواهند بود. گفته شده که رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون قرار هست تا قبل از ژانویه سفر بکنه به اوکراین برای دیدار و گفتگو با ولادیمیر زلنسکی و همین امروز هم در دیدارهایی که داشته با نخست وزیر بریتانیا در پاریس گفته میشه یکی از موضوعات مهم مورد گفتگوشون بحث مربوط به اوکراین بوده و آینده اروپا و استراتژی که باید این کشورها در پیش بگیرن برای دفاع از خودشون و اینکه مستقل تر باشن و نیاز نباشه که همیشه متکی باشن به ایالات متحده برای دفاع. همکارانم علی حسن‌پور از برلین و نیلوفر پور ابراهیم از پاریس، ممنونم. فراموش نکنید که شما هم میتونید در اپلیکیشن اینتل پلاس آخرین خبرها رو دریافت بکنید. در این اپلیکیشن برنامه‌های خبری و مستندها رو خواهید دید. وقت خوش تا بخش بعدی خبرها.